معصومه ابتکار، دیوارنورد سفارت آمریکا که بعدها رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور رئیس جمهور شد، در زمان وزارت بیژن زنگنه با ارائه داده‌های دروغ درباره بنزین تولید داخل، به همراه شوهرش محمد هاشمی، واردات بنزین غیر استاندارد اما با برچسب تقلبی استاندارد راه انداخت. به طوری که اسفند 92 طی 3 ماه بیش از 1 میلیارد لیتر بنزین با ترکیبات غیر مجاز وارد کردند. همینطور محمد هاشمی با مشارکت پسرش تاها و عروسش ساناز شکیبی شرکتی به اسم ساز تجارت هما ثبت کردند و مدعی شدن روشی برای تبدیل گاز به بنزین اختراع کردند. به همین عنوان کلی وام قرض الپسنده گرفتن و با گروه گلرنگ شریک شدند. یکی دیگه از تشکیلات شیادی این خانواده مؤسسه خیریه زینب کبراست که در اون به پولشویی مشغولن. یعنی پولدارایی که کارشون پیش حکومت گیره، معصومه ابتکار هم با استفاده از نفوذش در سیستم حکومت کارشون رو راه میندازه. ورق که برگرده، تک تک اینا باید حساب پس بدن. ایران دیلی رو حتما ببینید.